امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوسته آقا معماریان گمان میکنم اتفاقا در زمینه مثل کارزارها انتخاباتی کار خیلی برای هکرها نسبتا آسانتر هم هست اینطور نیست چون مثلا شرایط شرایط مثل امنیت CIA یا FBI یا مقامات نظامی آمریکا نیستش که لایه های مختلف امنیتی باشه ممکنه چند جوانی هم در یک کارزار دارن کار میکنن با جیمیلشون با توییترشون بس میشن واسه کارهای تبلیغاتی و دسترسی به اونها کلی میتونه اطلاعات بده به یک دولت متخاصم کاملا همینطور هست و به خاطر همین هم هستش که FBI در آمریکا پرونده امنیتی مرتبط با امنیت ملی و با درجه اهمیت بالا در این خصوص باز کرده و توجه به اینکه افراد این تمام این حملات از طریق فیشینگ انجام شده یعنی یک ایمیلی میفرستن که افرادی که دریافت میکنن فکر میکنن که اون کس که فرستاده رو میشناسن و با کلیک کردن روی اون لینک اونجا وجود داره در واقع دسترسی مکاتبات خودشون رو به اون فرد میدن و همونطور که شما گفتین خیلی ساده هستش که اون وقتی که دا 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 بتونن دسترسی پیدا کنن به مجموعه ایمیل برن و اون فایل ها و مدارک و اسنادی که در مجموعه اون گروه در واقع وجود داره رو بهش دسترسی داشته داشت باشن و ازش استفاده بکنن بنابراین از این جهت توصیه های لازم هم به کمپین آقای ترامپ هم به کمپین خانم هریس انجام شده در خصوص مسئله امنیت سایبری و اینکه به هر حال بازیگران متعددی در طی ماه آینده تلاش خواهند کرد مثل سال 2016 مثل سال 2020 که به اسناد کمپین های مختلف دسترسی پیدا بکنن و به یک جوری در واقع در داخل این یک با منتشر کردن این اطلاعات بخوان که ایجاد هرج مرج بکنن ایجاد نارامی بکنن و به اختلافات و قطبی شدن فضا دامن بزنن من از این جهت دارن اون چیزی که مسئولین امنیتی اطلاعاتی میبینن و خود کمپین های نزدش که این یک واقعیت جدید هست و باید فقط مطمئن باشن که امنیت سایبریشون رو به خوبی حفظ میکنن و از نظر غذایی هم دست آمریکا نسبتا بسته است اینطور نیست چون مثلا در بریتانیا نیستش که بتونن طرف رو مسترد بکنن اگر در ایران هست فراتر از تحریم واقعا چه کار دیگری میتونن بکنن ببینید همونطور که شما خوب میدونید مسئله امنیت انتخابات و وضعیت داخلی آمریکا خب مسئله هستش که خب مهم هست برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا این مداخله هایی که جمهوری اسلامی انجام میده و این شیطنت هایی که انجام میده برای اینکه در فضای داخلی آمریکا تاثیرگذار باشه و ایجاد هرج مرج بکنه و ایجاد در حال نارامی بکنه به قطبی شدن فضاها دامن بزنه شکاف های اجتماعی سیاسی رو تقویت بکنه و این مواردی از این دست که قبلا خب در مورد روسی در سال 2016 گفتن که این کارو کردن اینها از دید مقامات اطلاعاتی امنیتی آمریکا و همطور سیاسی آمریکا دور نخواهند موند و ارتباط متحد در زمینه سایبری قطعا به مراتب از جمهوری اسلامی قدرتمندتر هست امکانات بسیار بیشتری داره برای اینکه بخواد که صدمه بزنه و یا اینکه پاسخ بده و نشون بده به جمهوری اسلامی که وقتی وارد چنین عرصه‌ای میشه میتونه که با مشکلات جدی مواجه بشه و این اینجور حملات رو بر نمیتابند بستگی به نوع حملاتی هم، که انجام شده و تحقیقاتی که اف بی آی خواهد کرد جمهوری اسلامی میتونه انتظار اینو داشته باشه که ایالات متحده در این زمینه به حال واکنش نشون بده بنابراین اینجوری نیستش که مثلا مقامات جمهوری اسلامی فکر کنن که از طریق چنین شینتنت های کارهای شرارت در واقع بتونن در داخل آمریکا ایجاد مشکل بکنن ولی هیچ عواقبی برایشون نداشته باشه کما اینکه مجلس نمایندگان آمریکا قرار هستش که این تحقیقات در این خصوص آغاز بکنه خواستار این شدن که اطلاعات مرتبط با این حملات در واقع غیر محرمانه اعلام بشه که اونا بتونن به صورت آزاد بحث بررسی بکنن اون موقع افکار عمومی رسانه ها اینها هم در جریان این قرار خواهند گرفتش که اون درجه و نهایت مداخله ایران چقدر بوده و اون موقع برای اینکه اقدامات تنبیهی علیه ایران ایجاد بکنن خیلی راحت تر هست و از این جهت به نظر من خب به حال ما توی شرایط دیگه قرار خواهیم گرفت ممنونم از شما میده مماریان روزنامه و رو تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما